شبی آمد خدا در خواب نازم شبی آمد خدا در خواب نازم نشست بر من سر راز و نیازم شرابی بود و نان سنگکی داغ <applause> نشستیم گوشه دنج تهباق باغ دو سه پیمانه و سازی و آواز به مستی شد خدا گوینده راز به من گفت از شما من دردمندم بگو من با شما آخر چه کردم چرا باید ز خود آیین دراری چرا باید ز خود آین درارید به نام من کتاب و دین درارید؟ اگر خواهم به دنیا من نگاهم بدان موسا و ایسا را نخواهم چرا تیغ محمد را بجویم اگر خواهم کسی آید بسویم چرا تیغ محمد را به جویم اگر خواهم کسی آید به سویم نه انجیل و نه تورات و نه قرآن نبوده دفتر من ناشر آن همه کار ریاکاران و رندان به هر دوران ظهور این رسولان اگر خواب زمان در دست آنان ستون جاهلان هم پشت آنان اگه میخوان زمان رو به خواب ببرند جاهلان پشت سرشون حمایتشون میکنن گهی بر من نهادند نام الله شدم غارتگر و یاقی صحرا گهی هم ما شدیم بابای عیسی به شد مریم به عقد و سیغه ما که بنده گر خدایم بی نیازم، نه پایان و نه آغاز پیازم نماز و روزه کی خواهم زیارم قمه بر سر زدن کی بوده کارم اگر از تن جدا کردید شما سر اگر از تن جدا کردید شما سر چرا نعره زنید الله و اکبر خب آدم تو داری میکشی ترور تو داری انجام میدی الله اکبر دیگه چیه بدان آین من خدا میگه بدان آین من زور و جفا نیست که این دیوانگی ها کار ما نیست که راه من بود مهر و سعادت کجا راه جهاد است و شهادت خدا را کی سرای و خانه باشد کنشت و کعبه و بتخانه باشد غلط کردم غلط کردم که آدم آفریدم به جان مادرم دیگر بریدم سکوتی بود و سکودی بود و از دور ناله زاغ خدا و من نشسته گوشه باغ به خود گفتم عجب پس این خدا بود ندانستم که با من آشنا بود ندانستم که با من آشنا بود به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران این چامهی رو که براتون خوندم وسیله یک دوست ناشناس که امضای پای چامش نبود ایمیل شده بود به من خوندم دیدم البته شعر بسیار استوار و محکمی نبوده و چون نامش رو نمیدونم و نمیگم حق دارم که خوردگیری بکنم ولی خب حرفاش جالب بود حرفاش جالب بود خداوند با کشتار و زور اون بنده خدایی رو که تو میای سرش رو میبری و موهاش رو دستت میگیری میاری بالا اون رو هم خدا آفریده حالا ببین این رو خدا میگن این که خدا نیست یک آدم بیگناهی رو واقعا بیگناه بکشی به اون طرز چندشاور و بعد بگی الله اکبر <applause> به هر حال این چامه که در آغاز شنیدید سرایندهش معلوم نیست ولی لطف کرده برای من فرستاده یه گهگاه البته خبر زیاده خبرها بسیار فراوانه خبرها داغه خبرها روز به روز از سرعت اطلاع دهندگی خبرها تونترن یعنی <applause> <applause> به محصی که یک خبری رخ میده تا میان اعلام بکنن خبر تازه تر بعدی میرسه خب دنیای شلوغی است دنیای خطرناکی است دنیایی است که به هیچ چیزش نمیشه اعتماد کرد همه اینهایی که میگن ما القاعده داعش طالبان نمیدونم جنبش تشیع فلان 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 همه اینا دست سازه یعنی پشت پرده کسی می سازه می جلو <تصفح> اما در میان این خبرهای فراوان گهگاه سخنهایی گفته میشه که اگه در یک کشوری که آدمها بر سر کار باشن این سخن ها گفته بشد بحت و حیرت همگان رو برمی اما از اونجایی که در سرزمین ما هیچ چیز بر روی هیچ چیزی استوار نیست همه چیز وارون است بنابراین از این یاوه ها هرچی ملت میشنوند براشون مسئله اینی میگه و پر انقدر شنیدن که دیگه اصلا مسئلهش رفته اگر یک وقت یه فرد سیاسی یا یه سناتور فرض کنید یه سخنی یه کمی انحرافی میگفت همه ای آقای سناتوری گفته این یه چیزی از یه خبری از فلانه ولی حالا مثلا یه آدمی مثل احمد جنتی یه فسیل واقعا یه فسیل حالا میاد یه چیزی میگه که سحجاب نمیکنه فقط میخندن از بس عجیبه به جایی که گریه کنن میخندن به هر روی در این سرزمینی که همه چیزش وارونه است این یاوها کسی رو شگفت زده نمیکنه ولی بد نیست انگشتی روش بذاریم تلنگوری بهش بذاریم ببینیم که چقدر اینا پرت و پلان چقدر ابلهن چقدر نادانند که خودشون نمیدونن دارن علیه خودشون حرف میزنن از جمله احمد جنتی حالا ایشون پست های عجیبی دارن عضو مجلس خبرگان اجازه بدید من قبلا در مورد این واژه خبرگان با شما صحبت کنم اینا همه میگن ما آیت اللهی همه میگن سی سال و چل سال و پنجاه سال درس های مخصوص عربی و خونده بودم سیغه های صرف و نحو و همه رو از بحریم و فلان باید بیایم پیش ما یاد بگیرین و بعد کسافت کاری میکنن توی واجه های پارسی و یه چیزهای پرت و پلا و مزخرف میگن که نشون میده عربی هم نمیدونن اینا عربی هم نمیدونن ولی چهار چنگولی چسبیدن به این زبان عربی غلط و غلوت و ناراحت کننده و راحت کننده و نابجا و بجا و همه چی به هم ریختن و یه چیزی به خیال خودشون عربی میگن از جمله این نامی است که برای مجلس به اصطلاح سنا دیگه اونجا حالا اینا اسم سنا رو کردن خبرگان این بدبخت ها نمیدونن که اصلا واژه خبرگانی که اینا به کار میبرن غلطه از نظر واژه شناسی بر نظر زبان شناسی واژه خبرگان غلطه چرا خبر واژه عربی است نام فاعلش میشه خبیره یعنی صفت فاعلیش خبیره خیلی هم شنیدید که فلان کس آدم خبیریه تو فرش یا رویا میگن خبرس یا میگن خبیره حالا اون کسی که این نام اومده برای مجلس به اصطلاح سنای آخوندا گذاشته نمیدونستی که خبیر چجوریه خبره رو خیال کرده مثل واجه های پارسی در زبان تازی که فرض کنید زنده میگن زنده دوشیزه مرده نمیدونم کارنامه اینا رو فکر کرده که این در قدیم وقتی خبر دوشیزه رو جمع میبستن میگفتن دوشیزه گان دیده ای بعد ه ه هه هه ورشه گاف اومده اه نکنه قاعده دستوری اینه حالا نمیدونست اصلا این لغت عربیه بعد زنده زندگانه این گافه کجا اومده پس, پس جمع باید گاف باشه خیال کرده گان جمعه اون ابلهی که اومده این نام رو انتخاب کرده به جایی که بگه خبیر و خبیران گفته خبره و خبرگان برای واژه خبره گان رو گذاشته اصلا این فارسی زنده زندگان دوشیزه دوشیزگان مرده مردگان آینده آیندگان اینا برای زبان پارسیه چون آینده زنده مرده خبره دوشیزه همه اینا در زبان پهلوی ساسانی خب رای رع... چیز ببخشید دوشیزک کارنامک نمیدونم زندک مردک اینا بوده بعد شده اه در فارسی ولی تو جمعش که میبندن دیگه پسفنده هی نیست میشه میان او اومدن خود گافو که پسفنده گاف درست زبانه گذاشتن علت این که برخی از واجه های تا پارسی گاف بهش تعلق بگیره نیست که در آغاز در زبان پهلوی ساسانی گاف بوده دوشیزگ مردگ زندگ خب زندگان و دوشیزگان و و آیندگان و غیره و غیره نه خبره خبیر رو تو ابله بیای بگی خبرگان واژه عربی گاف نداره حالا از این تیزا بگذاریم به جایی که بگن خبیران گفتن که خبرگان این حضرت همه چیزشون میگم که به هم میاد اینه دیگه. احمد جنتی عضو مجلس خودشون خبرگان دبیر شورای نگهبان قانون اساسی بدبخ قانون اساسی شورای نگهبانش کیه؟ چیزی که نمیفهمه مسئله قانون اساسیه حالا این آقا که خودش فسیله خودش اصلا حرف نمیتونه بزنه دیدیش که و وقاحت در حد اعلی داره این پریروز در آینی که آین امام گذاری شما ببینید اسما رو یه مشتلبه بیکاره از این جوان بیکار رو مفخور رو که حتما دوستان و خانواده های این آخون ماخوندان اومدن و یه چیزایی یادشون دادن که مثل همین خبرگان و غیره غیره اینا مثلا اون درس ها رو تموم کردن حالا اومدن آینی هست به نام آین امامه گذاری یعنی این سپر رو بذارید به چاپید مردم رو. در این آین این آقا اومده سخنرانی کرده توی سخنرانیش آقای عضو مجلس خبرگان دبیر شورای نگهبان قانون اساسی و و و سخن از جنبش اعتراضی مردم در خرداد 1388 گفت همین چهار سال پیش راجع به این صحبت کرده حالا چی گفته معمولا این آدم باید باید بگی که بله اینا کار بیخود کردن اینا ادعی نبودن اینا فلان بودن فلان بودن اینا نگفته که ابلس از بس ابله برای اینکه یه هندوانه زیر بغل آقای خامنه ای بذاره برای اینکه اون صفت تملق دستمال ابریشا می آوردن و چاپلوسی رو نشون بده گفته که اعتراضی مردم جنبش لغت رو جنبش اعتراضی مردم اگر قدرت و هدایت رهبر جمهوری اسلامی نبود صد مراتب بدتر از دوران شاه بود اون چیز یعنی چی یعنی قدرت اون جنبش صد برابر قدرت اون جنبش که ما بهش مینازیم و همه چی میگیم اینا صد برابر اون بوده چون این هدف و اون هدف هم هر دو براندازی بوده حالا از بس این آدم فسیله پس مونده 1400 ساله ابله و نادانه خودش نمیدونه که گفته که یعنی این جنبش مردم در سال 88 صد مرتبه نیرومندتر نیرو از جنبشی است که مخالفان شاه در زمانش کردن یعنی مردم و هم اکنون یک صد برابر استناد این حرف هماکنون هم یک صد برابر بیشتر از اون زمان که مخالف شاه بودن اینها به خون آخوندها تشنن عضو مجلس خبرگان گفته اینو عضو نمیدونم دبیر شورای نمیدونم اصلا تاسش تکون نمیخوره یعنی واقعا اینها با یه فوت با یه هول ملق شدن اون وقت این آدم دبیره بابا تو باید گوشه درست کار کنه دستت درست کار کنه دستت نلرزه هوشت سر جاش باشه سرعت عمل داشته دبیر شده تو خبرگان و بلد نیستی معنیشو نمیدونی شگفتا من نمیدونم تا چه پایی نفر میتونه یاوه بگه و نفهمه که چی داره میگه ایشون در آین امام گذاری لغت رو در... آین امام گذاری طلبه یعنی این طلاب علومه، علوم 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 رو باید بگید حتما با گذاشتن امامه بر سر خودشون آین مفخوری و دروغگویی و مردم فریبی رو یاد گرفتن و به سخنان حجتی گوش میدن اما از سخنان او چیزی نمیخوان بفهمن اونا خوشحالن که فردا صبح میتونن جیب مردم رو خالی کنن بله به هر این شایسته گفتن بود که بعضی چیزها که اینقدر خنده آورم هست توجه مردم رو جلب نمیکنه کنه که چی توجه رو جلب کنه میگن آقا ولی دیگه آدم نیست که به صحبت کنه ولی خب به هر حال بدبختی ما اینیست که بر ملت با فرهنگ ملتی که ابو علی سینا ها حافظ ها سعدی ها رازی ها اینا رو پرورده از دوست عجبندم آقای وارتان خواهش میکنم آگه ها رو پخش کنند بعد برمیگردیم در پیشگاه شما خواهیم بود یک ملت را دو ستون استوار می تواند بر سر پا نگه دارد فرهنگ و آینهای ملی تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند استاد ناصر انقطا در درازای 24 سال کوشش های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا همیهنان هم خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند پژوهشی درباره هفت سین جشت های ایرانی و ریشه آنها روزهای آوارگی زندگی پرفراز و فرود نادرشاه پنجاه سال تاریخ کنونی ایران توفان زرد تک و تاخت مغول به ایران امیر کبیر مرد بزرگ تاریخ ایران در جرفای واجه ها و شناخت زبان پارسی شیر و خورشید نشان سه هزار ساله بابک ابرقهرمان جاودانه ایران حافظ و کیش مهر شیر گریان یعقوب لیز مرد برتر تاریخ ایران تلفن سفارش کتاب 661 دویست و پنجاه و چهار هشتاد و هفت پنجاه و هفت بینندگان از من ده... یک ویدیوی کوتاهی برای من رسیده این یه انجمنی از چندین رأس آخون رو نشون میده یه رده از رؤوس آخوندها در اونجا هستن و دارن صحبت یه نفر رو گوش میدن اون آدم حرفا شنیدنیه با همدیگه گوش میدیم و ببینید یک نفر از این ملاها و آخوندها به حرفای این اعتراض نکردن این مهمه حالا سخنان رو گوش میدیم آقای وارتان لطفا دوستداران علی ابن عبی طالب ثبت شده و این کافی بر برکنید برای که صدا اون شرط کمی مشکل مشکل اسم نویسی بوده لیستیه که باید بریم اسمامونو اونجا بنویسیم دیگه به تموم بعدش آقای متحریم میگه شیعه مردم شیعه جزء قالتاقترین مردم های دنیا هم ها. یه تعابیر آقای متحریه مردم ما میگه مردم ما مردم شیعه جزء قالتاقترین آدم که ما دیدین یعنی دروغ میگن ربا میخورن گرون میفروشن کلا همو برمیدارن اهل نماز و روزه و خمس و زکات و اینا با مسمس و افسردگی و کسالت نفس و اینا در این حال مدعی ترین مردم حالا این غیر از متحرک کسی جالب نداره من که واقعا هنوزم جلد میکنم میگه اینکه یکی از غالتاق مردم مدعی ترین مردم هم که فکر میکنن اینا در کنار انبیا از همی الان تو بهشتن و هی بقیه رو میخوان کنن راجع بقیه هی اظهار نظر میکنن این میگه این یکی از بیماری های مردم شیعه است و منشأش منبرهای ماست ما یک دین و تشیع دیگری رو به مردم آموزش دادیم اینا فکر کردن تشیع این یک وس... میگه این یک وسوسه شیطانی است ما اینها رو از خدا دور کردیم از فرمان خدا بهشون یاد دادیم شما لازم نیست به اوامر الهی خیلی عمل کنی اسمت که شیعه از کافی است کاری کردیم جوری دین رو معرفی کردیم که مردم به این دل خوش کردن که ناممون بین نام دوستان علی بن ابی طالب و اهل بیت است بالاخره از رعایای ایشان هستیم وصیت میکنیم از پولهایی که به ناحق به چنگ آوردیم از پولهایی که در زندگی باید در راه خیر صرف کردیم و نکردیم یک مبلغی هم به متولیان حرم و مشاهد مشرفه و حرم امام رضا و اینا بدن ما رو نزدیک قبر اولیا دفن کنند که این فرشتگان جرأت نکنن برای عذاب ما بیاین بعد میگه که شما خودتون قافلید یا فکر میکنید خدا رو میتونید اقفال کنید روزی چشم باز خواهید کرد که طبق وعده الهی غرق در عذاب خدا خواهید بود ولو اسمتون شیعه علی ابن عبی طالب. بله به نوکه توجه کردیم میگه که وصیت میکنن که ما رو وقتی مردیم جایی دفن کنیم که پرسش کنندگان و انکر و منکر و غیره جرأت نکنن از امام حسین و نمیدونم علی و فلان که بیان از ما بازساز کنن چقدر ابلهانه فکر میکنن اصلا کجای کارن اینا کجای کارن حالا نتیجه چی میشه نتیجه این میشه که اگر اینا مؤسساتی رو تاسیس کنن حالا مؤسسه با هر چی یا ساختمانی یا مؤسسات خوراکی بنیادهای نمیدونم جوجه سرخ کردن جوجه بسته بندی کردن نمیدونم غذایی اینا یا لباس یا هر چی اون صداقت درش نیست با اینکه با اجتماع سر کار دارم فرض کنید مثلا یک آدمی اومده بنیادی درست کرده سازمانی درست کرده و ماشین های گذاشته و یا گوسفند یا گاو یا جوجه یا اینو اونو سر می باره و باید خب نهایت دقت رو بکنه مبادا اینها بیمار باشن مبادا کبداشون ناراحت باشه مبادا چیز باشه اینا رو همه رو دقت کنه اینا رو که نمیکنه ببینید چه حقه بازی میکنه مرغای مردنی و مرغای ضعیف رو میگیره حالا باقی دیگه نمیگم ببینید چه جوری اینها رو فربه میکنه آقای وارتان لطف کنید بله حالا البته ادامه داره من دارم تو مانیتور دنبالشم هم میبینم ولی وجدان که نباشه اینه همه اینا انگشتر عقیق دستشونه پیشونیشون کبوده موره مکه و میرن از خدا طلبکارم هم هستن همونطور که میگی آمپول آب میزنن خدا کنه آب باشه اون که شما میخرید که اقلن 500 گرم آب توشه اگه خدا کنه آب باشه یک مایه خطرناک نباشه یه ماده گندیده ای نباشه که دست کم فقط گرون فروخته باشن هم وزنش ایناست دیگه اینا شیعه ها مسلمان ها بله بگذاریم بریم بی خود نبود که نادر شاه دشمن خونی آخوندها بود <applause> هرگز به آخوند رو نمیداد به همین دلیل هم آخوندها باش دشمن بودن و همیشه کوشیدن در درازای تاریخ نام این به نیکی یاد نشه که نتوانستند خوشبختانه و همون شیخ دیوانه گربه کش خلخالی رفته بود مشهد که آرامشگاه نادر رو خراب کنه که مردم تو دهنی بهش زدن و شلوغ کردن و نتوانست تو برگشت <applause> باری به اونجا رسیدیم که اون ستاره در گفتگوی با نادر رسید به اونجا که بله من در یک کاروان رفتم به طرف دهلی برم خوشبختانه فقط فهمیدم کدوم ور دهلیه ولی وقتی اینها با صحبت کردم با یکی دو تا مسافر و فهمیدن جریان چیه و من یه آدمی هستم که سرشناسم اینها من رو یعنی کارون, سرا... کارون سالار من رو پس زد اومدم هر صورت میگه خوابیدم تو بیابون از خستگی وقتی بلند شدم دیدم یه کاروان سرای دیگه داره میره اومدم و گفتم منو ببرید اونجا پولم هرچی بخواید من بهتون میدم من یک کجاوه به دادن که روی یک قاطر بود روی یک استر بود در اونجا من به خواب رفتم و زمانی که بیدار شدم کاروان سالار منو برای خوردن شام داشت تکون میداد کاروان در میان راه در یکی از کاروانسراها اتراق کرد کالاها را مسافران را از اسبا پیاده کردند بارها را از استرها پیاده کردند به زمین نهادند تا اینکه مسافران در آن شب اونجا بمونن و ستاره را هم حالا داره برای نادر شهر میده من رو هم با چند زن مسافر در یکی از حجره ها گذاشتن که شب رو به بامداد برسونیم در درازای این مدت چون یه بار تجربه کرده بود به یکی از این مسافرهای زن گفته بود که من چجوری هستم و بزرگ زاده و فلا اینا و اون فوری به کاروان سالار گفته بود این دفعه موازه بوده تا صبح به هیچ کس حرفی نزنه با امداد روز بعد دوباره سوار میشن و به راه میفتن تا اینکه پس از سه روز به دهلی میرسن وقتی به دهری میرسند به کاروان سالار میگه اگر منو به کاخ امپراتور برسونی علاوه بر اینکه بسیار سپاسگزار میشم به تو چیز حق و زحمتم میدن چون من دختر عموی سوگلی محمدشاه امپراتور هندم کاروان سالار که مردی سالمند و بزرگوار بود قبول کرد و اون رو تا نزدیک کاخ برد و در اونجا یه پولی هم گرفت یعنی یه پولی که انگشتری بهش دادی که خیلی گران بود میگه من رها کرد و رفت نادر که مثل بچه ها شیفته این داستان شده بود و میدید این یه مثل یک ماده ببر میمونه از پایداری او در برابر این همه دشواری شگفت زده شده بود در عین حال شیفته این همه توانایی و پشتکار این زن قرار گرفته بود و او رو با زنهای نازپرورده و بی رو که حرمسرهای خودش می سنجید و در مغز خود این اینا رو با هم مقایسه می کرد ستاره دمی خاموش میمونه. نادر که هرگز تاب خاموشی اون رو نداشته و نمیخواسته این داستان قطع بشه و میخواد ببینه سرانجام چی شده گفت چرا خاموش شدی چرا نمیگویی که چگونه به درون کاخ امپراتور رفتی ستاره پاسخ میده چندان دشوار نبود به یکی از سربازان کاخ نزدیک شدم به او گفتم که من دختر عموی فلان کس هستم و سوگولی محمد شاه سرباز پسته بوده راست میگه اسمش چیه گفته اسمش شاهبانوه و من میخوام اونو ببینم شما فقط این پیغام من رو به او برسون سرباز که نگاه میکنم اینه به قیافه این نمیخوره یک لباس خاکالود کثیف پاره پاره و غیره تنشه و بهش نمیخوره که نسبتی داشته باشه با دختر اموی سوگولی شاه برحال این مقایسه میکرده اینا ناباورانه نگاهی به سرتاپایی میکنه و میگه که تو برو دورتر از کاخ اون سر میدان به ایست تا من با افسر نگهبان سخن بگم و ببینم چه میشه ستاره میگه پذیرفتم رفتم اون طرف میدان جلوی کاخ منتظر استادم و از دور کارهای سرباز رو مینگریستم افسر نگهبان وقتی سرباز بهش دست میده در حرفا رو میزنه افسره پا میشه میاد پلوی این این وردون و میگه جریان چیه میگه من همون سخنانی که به سرباز گفتم به افسر نگهبان هم گفتم اونم همینطور وقتی وضع منو دید و اینا پنداش من یه دیوانه بیشتر نیستم با این همه وضع بار من و التماس من و شاید اشکی که از چشمام جمع شده بود و خودم بسیار خسته و فرسوده بودم دلش به درد اومد و گفت من میرسونم پیغام تو اما اگر جوابی نداد و گفت ول کنید اینا دیگه بر نمیگردم پیش تو برو بعد موقعی که خواسته بره بر میگرد افسر نگهبان میگه اسم تو نگفتی به من چی میگه من میرابای اسم اصلیمه و دختر راجپوتانه هستم راجپوتانه یک خانواده ای بودن در هندوستان ریشه ایرانی داشتن و سالها قبل یعنی شاید دیوی سی ست سال قبل رفته بودن و اونجا هم ثروتمند شده بودن و این دختر اون بوده ولی بهش ستاره میگفتن میرابای اسم اصلیش بوده ولی بهش ستاره میگفت افسر نگهبان میره ولی میگه خوشبختانه نیم ساعت بعد با شتاب نزد من آمد و گفت بیا تا نزد شاهبانو بروی ضمن اینکه که بسیار شاد شدم حراسی هم نیز مرا فرا گرفت که نکند مرا بازرسی بدنی بکنند و دشنه خونالو دیری که با خود دارم و گردم بند گرانبهای رو که دست من بود بیابند و خیال کنند که من دزد آدم کشی هستم که یک نفر رو کشتم و اینها رو ازش دوست دیدم و حالا هم خیال سوی با خاندان پادشاهی دارم اما خوشبختانه این کار رو نکردم و بی درد سر به تالار, تالار دختر امویم رسیدم چون او شناخته بود گفت او راست میگه بیارینش او با دیدن من مرا در آغوش کشید و از وضع من متعجب شد و گفت این چه وضعیه البته او میدونست که پدر من کشته شده برادرم کشته شده ولی هرگز خیال نمی کرد که منو در چنین وضعی ببینه فکر می کرد حالا من در کاخ اون سردار مغول هستم گفت جریان چیه چی شده گفتم تالار رو خلوت کن تا من بهت بگم جریان چی شده دختر عموم هم دستور میده بیدرنگ تالا تا رو خلوت میکنند و همه این جریان رو من برای او میگم حتی, حتی کشتن سردار مغلو و همه رو همه رو میگم بعد دختر عموم دستور میده بیدرنگ لباس های نو رخت خواب نر برام تهیه کند و منو به گرما بفرستاد و فرمان داد که دست ها و پاهای زخمی شده مرا هم مرهم بنهم نادر که فراموش کرده بود اصلا نادره یعنی باور نمیکرد که اصلا کجاست چنان محو این داستان این زن شده بود مثل کودکان دست رو به هم کوفت و گفت باریک الله باری تو به راستین ماده ببری هستی من به تو آفرین میگم خب بعد از اون چی شد همیشه آخرین حرف نادر این بود که خب بعد از اون چی شد <applause> ستاره با چشمان سیاه و گیرای خودش نگاهی دلدوز و ویژه به نادر کرد و گفت دو سال در کاخ پادشاه محمد شاه به سر بردم و در این دو سال به اندازه پنج سال رشد کردم چون اگه یادتون باشه اون موقعی که اونجا بود اون پونزده ساله بود دیگه حالا دو سالم بوده شده هفده ساله علاوه بر اینکه سالهای رشد و بلوغش بوده خوب خوب خورده و خوب خوابیده و خیالشم راحت بوده رشد کرده و از حالت دختر 14 15 ساله بیرون اومده شده دختر بالا بلند و درشتندام و همونطور که نادر میدیدش میگه قربان من اینجور شدم رفته رفته همدمهای دختر اموش و برخی از درباریان چون همیشه رسم تو این دربارا هی براش ها نو میارن به این اندیشه افتادن که مرا هم جزو حرمسرای محمد شاه کنم اما من هرگز به این کار راضی نشدم زیرا نخستی که به دختر امو که سوگلی شاه بود حس سخشناسی نسبت به اون داشتم دور از انسانیت میدانستم که رقیب عشقی او بشم مهمتر از اونی که اصولا از این جریان که مرا به عنوان کالا خرید و فروش کنند بیزار بودم سوم بعد از مرگ پدر و برادرم و خودکشی مادرم و نفرتی که از مردان و در نتیجه از این گونه رویدادها در من پدید آمده بود در وجود من ریشه دوانده بود اصولا احساس عشق و هوس در من جایی نداشت و چهارم چهارم این که در وجود سردار پیر حس مردانگی و رادبردی و دلاوری ندیده بودم و در وجود محمد شاه نیز خصلت شجاعت و استقامت رو ندیده بودم نادر که از این سخنان به هیجان آمده بود گفت روشنه تو خود به اندازه دهها مرد دلاوری بیباکی استقامت داری معلومه که از بسیاری از مردان جلوتر و نیرومنتر و شجاعتری و بسیاری از اونها در برابر تو اصولا مرد به شمار نمی آین. اما دنباله سرگذشتت را بگو ستاره که اشتیاق نادر رو هر لحظه بیشتر میدید گفت دیگر چیزی نمانده که بگویم فقط اینکه بعد از اینکه با زناشویی با شاه مخالفت و در برابر ندیمان و چاپلوسان به سختی پایداری کردم مرا به بخش ندیمه ها فرستادم و پریروز برای نخستین بار نام مرا در میان زنان و دختران میگذاردند که باید به حضور شما برسم و همین امروز در برابر شما و در پیشگاه شما هستم از روز دوم ورودم به کاخ شاهی هند تا امروز دو سال و نیم میگذرد و آخرین سخن من هم همین است نادر که دلش نمیخواست این از سخن باز بمونه گفت اما تو گویا قبلا گفته بودی که بیست و چند سال داری در حالی که با توجه به اینکه الان میگویی باید هیچ 19, -19 ساله بیشتر نباشی ستاره گفت درست است اندام درشت من همه چیز را به اشتباه میاندازد و من هم اصراری در این باره ندارم که سن حقیقی من را کسی بدونه اما به شما که نمیتوانم دروغ بگویم نادر گفت پیش از اینکه سخن تو تمام کنی من دو پرسش از تو دارم و از تو میخواهم همانطور که تا با صداقت و سراحت همه چیز را گفتی به این دو پرسش نیز به روشنی و با صداقت و با درستی پاسخ دهی. ستاره گفت مطمئن باشید که یا پاسخ نمی دهم و یا اگر بدهم پاسخ راستی است نادر پرسید نخستید که چطور شد تو را به عنوان ارمغان برای سرگرمی ما من و سردارانم فرستادم ستاره سر خود را به زیر کند و گفت گهگاه می شود که روزگار با آدم های سرسخت و مقاوم و متکی به خود سر ناسازگاری بر می دارد و یا بهتر بگویم سر دشمنی میگذارد. شاید به همین اندازه به همین انگیزه که من با روزگار جنگیدم و حالا روزگار میخواست مانند دیگر کسان مرا خورد و له کنم من هم خیال میکنم که این واقعا تقاس روزگار است چون همانطور که گفتم هنگامی که پیشنهاد پیرامونیان شاه را برای همسری با او نپذیرفتم اونها هم از من کینه به دل گرفت البته محمد شاه مرد بدی نیست او چندان آگاهی به این جریان نداشت ولی کسانی که در, دربار در در پنهانی سرگرم زد و بند هستند از اینکه مطابق دلخواه آنها رفتار نمی کردم سخت ناخرسند بودم اما چون دختر عموی من سوگلی شاه بود نمی توانستند مرا از دربار بیرون بیاندازند این بود که مرا در میان زنان و دختران پیشکشی جای داده بودم تا از دست من آسوده شوم و دختر امویم که رفته رفته احساس می از طرف من ممکن خطر رقابت عشقی برای او پیش آید به این کار راضی شد ستاره افسود در کاخ پادشاهی هند مانند همه دربارها هر کس نسبت به آن دیگری حسادت دارد و خوی رشک و حسد در سراسر همه کاخهای درباری سایه افکنده نادر گفت درست بگویی درست بگوی این خوی و سرشت همه دربارهای جهان سه ستاره نیز با تکان دادن سر خودش به نشانه تایید حرف نادر رو پذیرفت ستاره پس از مدتی خاموشی گفت اما در کاخ پادشاهی هند هرکس به ریسمان تملق و چاپلوسی و خوشخدمتی چنگ زده و در پناه آن با دیگران میجنگید و من این عادت رو نداشتم و از سرفرود آوردن و چاپلوسی در برابر کسانی که خودشان نمیدانستند تا چه پای پوچ و بزدلند بیزار بودن نادر گفت میدانم میدانم در همین یکی دو ساعت پیش به این نکته به خوبی پی بردم چون جلو نادرم یه خود قلدری کرده بود ستاره سخنان خود رو دنبال کرد گفت من نمیتوانستم خود رو عوض کنم به همین دلیل برای دور کردنم از دربار نام مرا هم در فهرست, فهرست ها و دختران پیشکشی گذاشتند و دیروز به حضور شما رسیدند نادر گفت هنگامی که به تو گفتند باید به عنوان هدیه و ارمغان نزد ما بیایی چرا پذیرفتی تو که آدمی نیستی که به زودی یا به زور چیزی را بپذیری ستاره نگاهی به نادر کرد و سپس گفت سپس چیزی نگفت نادر که نمیخواست پاسخ خود رو با خاموشی بگیرد پرسش خود رو تکرار کرد ستاره نایان سر را بلند کرد و در چشمان نادر نگریست نمیدانم یعنی گفت گفت نمیدانم شاید در زاویه های روان آدم چیزهایی نهفته باشد که من خود از آن بیخبرم و شاید هم شنیدن داستان های دلاوری ها و نیرومندی های شما مرا بران داشت که بیایم و از نزدیک چنین آدمی رو و چنین مردی رو ببینم من شنیده بودم مردی از کشور ایران به سرزمینم تاخته و به خلاف همه کس که به این حادثه با چشم منفی و ملی می نگریستند به جنبه مثبت قضیه فکر کردم و با خود گفتم این چگونه مردی است که کشور هم هم پاشیده خود رو در ظرف هشت نخ سال تا به این پایه نیرومند کرده که جرأت آن را یافته تا به سرزمین پهناور و پرجمعیت ما که چند برابر جمعیت کشور و چندین برابر مساحت اون کشوره بتازه در آغاز مسئله برایم شگفتی آور بود ولی هنگامی که هر روز خبر تازه از پیشرفت های و پیروزی های و دلاوری های شما می شنیدم خود ناخواسته در دلم شما را ستایش می کردم. و با خود می گفتم، مرد یعنی این آیا این چگونه آدمی است بعد ادامه داد باید اقرار کنم که با اینکه کشور و هم را دوست دارم ولی حتی فرمان قتل عام مردم دهلی نیز نتوانست حس دشمنی را در من برانگیزد و زمانی که پس از ایشان پس از نشان دادن قدرت خود فرمان کشتار بستادید با خود گفتم این مرد است. تا اینجا رو داشته باشید ستاره خاناخا یا واقعا زیرکانه داشت این کارو میکرد یا خود ناخواسته داشت نادر رو عاشق و, و دل باخته خودش میکرد بنابراین به یک نقطه ای رسیدن که باید دیگه حرف آخر زده شه هم از طرف نادر و هم از طرف ستاره تا اینجا یه تاریخ رو داشته باشید دنباله اون تاریخ رو سه شنبه آینده در پیشگاه شما خواهم بود با سپاس از دوست بسیار ارجمندم آقای وارتان و با سپاس از شما بینندگانی که زمانی از وقت خودتون رو به این برنامه دادید همه گیر رو به خدای بزرگ می سپارم و تا درود دیگر به شما بدرود میگویم تا درود دیگر بدرود و پاینده ایران